حال بیایم سر مردم. ببینید که عمدتاً مردم بیان که پوست کنده گپ بزنیم. ترس از مردم وجود نداره. یعنی ما نمیخوایم که از مردم بترسیم، برای خود ما جز از این مردم هستم. ما در انتخاب خود آنقدر ضعف به خرج میتیم، آنقدر نماینده نالایق را انتخاب میکنیم، آنقدر از این حق خود به صورت خراب استفاده میکنیم که سرانجام دوباره یک فکت بسیار کلان به دست یک آدمی را میتیم که خود ما انتخاب کردیم تا او دوباره به فرق ما بزنه و در قطع ما را لای زمین بسازه. از این لحاظ ببینید که ما در انتخابات خود اگر انتخابات بعدی صورت میگیره و یا اگر این وکیلی که وجود داره پرسانش کنید که کی شما را انتخاب کرده. هیچ وکیل بدون رای انتخاب بدون انتخابات نامده. در اینجا مرضای گوناگون این آدم را میگیره. این مرضا را شما در انتخابات چند وقت پیش و انتخابات گذشته چی شورای ولایتی چی در سنا چی در مسئله پارلمان ما شما حقاً دیدیم که عمدتا حتی روشنگرای بسیار کلان ما حتی کسایی که تحصیل کرده بسیار کلان هستند در تحت تاثیر حرکات و انگیزه های مذهبی ملی قومی زبانی و لسانی و غیره حرکت میکنند و حتی منطقه را بحث میکنند که چنین چیزی است. از این لحاظ این آدم ها وقتی که میایند در اینجا خود نو برحق میدانند که ما نماینده مردم هستیم. واقعا که اگر بگوین که نماینده مردم هستند یا مردم یا دعوت کرده و مردم یا خداوند کرده نمایندگی مردم خود داره. از این ما فکر میکنم که یک قسمت از ملامتی را در قسمت از قوانین در قسمت کجروی ها و کجی هایی که خطای بسیار کجوج میکشن قایم قننه مردم افغانستان است. مردم افغانستان ما تایید میکنم گپ یوسف زاده را که دیگه ما مردم 20 سال پیش هم نیستیم. ما مردم هستیم که نوع یک مکتب خودی را اوزای افغانستان خود شرایط افغانستان مکتب برای ما ساخته و ما هر روز هر برگزی یک صفحه نو است که ما در حقیقت میخوانیم. بسیاری از دکاندارا من شان گپ میزنم اونها آدمای سیاسی هستند. بسیاریش برنامه های تفریح رو نمیبینه ولی میزای گرد شما رو میبینه، میشینه گوش میکنه، رادیو آزادی رو میشنوه. دیلیورا همیشه رادیو آزادی و رادیو بی بی سی و رادیوهایی که از افغانستان اینا رو گوش میکنن نه تفریحشه بلکه اخبارشه. بلکه چطور این فکر میشه که این مردم با چنین علاقمندی و گپایی که دارن چگونه میرن در حق خود حق مردم به صورت مجموعی به دست خودشان به دست کسی میده که در حقیقت اینا رو بیانن در حقیقت غارت بکنن و در حقیقت از صحنه سیاسی بیرون کننش. تشکر استاد محترم. یک وقتی کوتاه دوباره خوش آمدید میگم. به عنوان پرسش اخیر میایم به آقای فرهنگ. همونطوری که دکتر صاحب مسعود اشاره کردن ما در گذشته در 13 سال گذشته همیشه انتقاد کردیم. انتقاد حق ما بوده و انتقاد فواید زیادی هم داشته. همین انتقاد جامعه مدنی مطبوعات افغانستان بود که امروز ولسی جرگه از کار خود پشیمان است. حتما میگه که ای کاش ما چرا این طرح را هیچ پیشنهاد نمی کردیم و ما امیدوار هستم که هیچگاه این توشه نخواد شد. به هر ترتیب شورای ملی را همچنان انتقاد کردیم، همونطوری که عرض کردیم به گونه معافیت پیدا شده. حالا این انتقادات کارا واقع نمیشه. حالا چی باید کرد تا مردم خوب و بد تفکیک بده بشناسند که کی خوب است کی خراب است و چرا مردم چون این اشخاص و افرادی را به عنوان نماینده خود در خانه ملت معرفی میکنن و و و و همی کسایی که در خانه ملت هم راه پیدا میکنن استفاده منفی از موکلین خود انجام میدن. ببینید من یک به یک مثلا کوتاه به یک واقعیت تاریخی مراجعه میکنم. این دوره 15 و 16 دوره اولین پارلمانتریزم در افغانستان نبوده. ما پیشتر از دوره 7 داشتیم، باز دوره 12 و 13 بود در دهه دموکراسی. ما خودم از یک فامیل هم میایم که از پارلمانی بودیم. پدر ما یک دوره در پارلمان افغانستان درمیج دمارت که فعلا پارلمان از درمیج بوده و از رئیس کمیسیون قوانین و غیره. در او وقت طور نبود، در او وقت هر اول که امتیازات نبود، نه که موتر داشت، نه بادیگار داشت، نه معاش دبل داشت. 8000 افغانی معاششان بود که از وزیرا کده 4000 کمتر بود و اونا با سرویس های قراردادی می رفتن و می آمدن دیگه کدام چیز نداشتن.
زمستان، بهار، تابستان، گرمی، سردی، هر چی که بود میامدن. من یاد خودم است. آلی به این دوره 15 و 16 یک دفعه همه چیز تغییر کرد. چون پول زیاد آمد، پارلمان، دموکراسی در افغانستان پیاده میکنیم. یکی از نهادهای کلان دموکراسی پارلمان است. وکلای پارلمان باید است که در بحث نمایندگان ملت بسیار احترام شوند. اینا از ملت نمایندگی میکنند. ملت سالاریست، مردم سالاریست. اینا هم یک دفعه متوجه شدند که اگر استیم و نیستیم ماستیم. ترافیک ملت میکنند. ما باید است که کنیم. منتها با یک تفاوت، به این تفاوتی که مثل دورهای قبلی اینا همی اخلاق، من کل گیری نمیگم، اکثریت هم اینطور است متاسفانه، اما اخلاق واقعی پارلمانتاریزم نداشتن. اینا نه فهمش داشتن، نه ارادهش داشتن که در چوکات پارلمانتاریزم که تمثیل میکنه نظام دموکراسی در یک جامعه، ما در این چوکات و در این راستا حرکت کنیم تا کشور خود را به یک جای برسانیم، دموکراسی خود را به یک جای برسانیم، مملکت خود. وقتی که ما رسیدیم، باز رفاهیت هر کدام ما تأمین میشه، نه تنها از ما، از تعداد، بلکه از کلگی، از کل جامعه. او را فراموش کردن، متوجه حالت خود شدن. نتیجه این شد که دست با هم دادن اکثریتشان و همه به جان ملت افتادن و چیزی که بیت المال بود و حق ملت بود او را چور و چپاول کردن و امروز که حالا میبینن که وقت کم مانده ایره برای زی که تأمین کرده باشند، مثل که من بیشتر گفتم، زندگی آینده خود را و آل و اولاد خود را، این کار انجام دادن. خب، این حال من یقین دارم که این قانون پاس نمیشه. اما پس میایم سر سوال شما که چرا مردم افغانستان اینطور کسا را انتخاب میکنند، در حالی که یک تعداد از ما یا امتحان خود داده بودند، مردم هم متوجه شده بودند. ایره ما گناهش به گردن مردم بیچاره نرسانیم. مردم در این مدت 10 سال سیستم نو پارلمانتاریزم در افغانستان آمد، در این دبستان آهسته آهسته آموختند. من یقین دارم که یک سال بعد یا 9 ماه بعد یا یک سال بعد که از انتخابات دیگه یک صورت میگیره که دوره ابدوم میشه بخدم، در این شرایط به کلی تغییر میکنه. یک تعدادی که تکداران وکالت کرسی های پارلمان بودن، اینا پس نمیآیند. اینا رو چهره هایشان مردم شناختند. پیشتر خانم یوسف‌زاده گفت که 63 تا 65% مردم افغانستان امروز جوانان هستند و این جوانان خود رساندند، این جوانان متوجه بودند، مطالعه کردند، خوب از بد تشخیص دادند. من یقین دارم اگر 100% اصلاح نشه، حداقل 80%، 85% پارلمان جدید اصلاح میشه و او کسایی از پارلمان گذشته شاید بانند که واقعا ملت عقیده داره که اینا برای ما کار کردن. دقیقا. و دیگرانشان مثل اقل بیل واره پایین میرد. از حضور گرم شما سپاس. وقت حسابگیری و حسابدهی میرسه. من یقین دارم که اگر ملت افغانستان همین جوان ها پس حسابهایی میکنن. این مسائل تو به سادگی حل نمیشه. مثل که از اعضای حکومت میکنن، مثل که از رئیس جمهور میکنن، مثل که از تمام کسانی که در سوی استفاده ها دست داشتن، یک روز پرسان میشه. تشکر. سپاسگزار خانم منیره یوسف‌زاده، دکتر فرهنگ وزیر اسبق تجارت افغانستان در کابینه، دکتر مسعود استاد دانشگاه، خانم بلقیس روشن، از حضور گرم شما و از بحث گرم شما درباره سوژه‌ای که ما انتخاب کرده بودیم و همچنان سپاس از بیننده‌های گرانقدر تلویزیون و همکاران تکنیکی ما در شبکه. تا تقدیم برنامه بعد، خدا یار و نگهدار.